نام خدا. با سلام خدمت شما دوستان عزیزم. همونطور که من جلسه پیش بهتون قول داده بودم، این جلسه میخوایم راجع به سوالاتی که یک مقداری سطحش بالاتر هست در غلظت نوع اول رو با هم حل بکنیم و امیدوارم که یاد بگیریم که چطور با این مسائل باید برخورد بکنیم. با من همراه باشید. خب همونطور که جلسه پیش بهتون قول داده بودم، قرار شد که یه مقدار سطح سوالات رو ببریم بالا تا بتونیم از پس سوالات سخت کنکور هم دیگه بر بیاییم. میگه در هر تن آب دریا 46 میلی گرم انای مثبت وجود داره. غلظت انای مثبت بر اساس پی پی ام کدام است؟ باز هم همونطور که داریم می‌بینیم غلظت نوع اول خواهد بود. خب بیایم پی تخته ببینیم چیکار میتونیم بکنیم و چطور میتونیم حلش بکنیم. باز هم ما با غلظت نوع اول مواجهیم. بنابراین بچه ها چی خواهیم داشت؟ یه دونه حل شونده، دیگه چی؟ حلال، و بعد محلول رو میتونیم براش متصور باشیم. کدوم مفهوم به کار رفته؟ پی پی ام. میگه غلظت چند پی پی امه؟ چند پی پی ام یعنی چند گرم در 10^6 گرم. میبینید هم جلسه قبل همین جلسه من دارم واحدها رو میذارم. واحد گذاشتن خیلی به ما کمک خواهد کرد، یادمون باشه. و حالا اطلاعات مربوط به مسئلمون چیه؟ اینجا گفته که در هر تن آب دریا، اینجا یک تن آب دریا داریم و میگه 46 میلی گرم هم اینجا چی داریم؟ 46 میلی گرم انای مثبت داریم، چون حل شونده رو انای مثبت در نظر گرفتیم. خب طبق چیزی که جلسه قبل یاد گرفتیم باید واحد هامون یکسان بشن. تون چطوری به گرم تبدیل میشه؟ ضرب در 10^6 اگر بشه به گرم تبدیل میشه. پس کل این الان شد چی برای ما؟ گرم. اینجا گرم میره به میلی گرم. میلی ها معمولا تبدیل میشه. تقسیم بر 1000 بکنم، کل این پک الان برای ما دیگه گرم خواهد شد. و فکر میکنم که کار خیلی سختی نداریم برای محاسبه. بریم برای محاسبمون. x ضرب در، حالا یک دیگه نمینویسم، فقط 10^6 رو بنویسم، شده 46 هزارم ضرب در 10^6، اینجا 6. این دوتا در هم ضرب شدن. خب 10^6 ها با هم ساده خواهند شد. چی میمونه اینجا؟ x شده برای ما 46 هزارم گرم. این 46 هزارم گرم. خب تو گزینه ها ببینیم 46 هزارم گرم و تو کدوم گزینه با هم دیدیم و چطور میتونیم اینجا پیداش بکنیم. خب اینجا 46 هزارم گرم، اینجا 46 هزاره، پس این که نداریم و همین گزینه دو باید باشه دیگه. آره دیگه، 4 و 6 تام زده 10^-، همون 46 هزارم میشه برای ما، که خب میدونیم که x و پی پی ام در نظر گرفته بود دیگه، میتونیم به راحتی ببینیمش. خب بریم سراغ تمرین بعد. میگه یک صافی تصفیه آب آشامیدنی ظرفیت جذب حد اکثر 3 مول یون نیتات را از آب دارد. بسیار خب، 3 مول کلا میتونه حل شونده که به نام نیتات هست رو جذب بکنه به سمت خودش. بسیار خب، میگه با استفاده از این صافی حداکثر میتونه چند لیتر آب شهری دارای 100 پی پی ام یون نیترات رو به طور کامل تصفیه کرد. اینجا چگالی هم میبینید که 1 گرم بر میلی لیتر داده شده. خب مسئله نوع اوله، پس باید جدول بکشیم. سر این کار من انجام میدم. بریم برای جدول. جدول این رو میگه که یک حل شونده داریم، یه دونه حلال و یک محلول. خب مفهومی که به کار رفته بود اینجا از اون سته که داشتیم، درصد جرمی، پی پی ام و غلظت مولار، کدومه که بود؟ اینجا 100 پی پی ام، یعنی 100 گرم در 10^6 گرم رو اینجا داریم. میگه که ما چند لیتر آب شهری رو میتونیم داشته باشیم؟ چند لیتر؟ بسیار خوب، که بتونه این چندی توش 3 مول یون وجود داشته باشه. ببین چون حل شونده من اینجا چیه؟ یون نیترات دیگه، حواسمون هست. میگه 3 مول یون رو بتونه جذب بکنه. باید بریم سراغ یکسان سازی واحد. خب این ستون اول که بلدیم چیکار بکنیم. NOC رو بارها دیدیم 62، پس اینو ضرب در 62 میکنم که سریع کلا به گرم تبدیل بشه. اما اینجا نگاه کنید بچه‌ها، ما حجم میاد گرم میخواد تبدیل بشه، حجم که میخواد به گرم تبدیل بشه با چگالی این اتفاق میفته. خود مثلا گفته 1 گرم بر چی؟ میلی لیتر، ولی این لیتره. من اول ضرب در 1000ش میکنم که کلا این لیتر تبدیل به چی بشه؟ بشه به میلی لیتر.
و حالا زد در چگالی میکنم که کل این حالا بشه برای من چی گرم. پس میدونید ترتیب رو که بهش شکل که عمل کردم، حواسمون باید باشه که واده چگالی چیه. الان پس x زب در 1000 زب در 1 گرمه، اینجا هم که گرم رو داریم، اینجا هم کلن این پک ما شد بازم گرم که با گرم بالا میتونه اینجا ساده سازی بشه. بریم برای محاسبه. یه x داریم زب در 1000، زب در 1 رو دیگه نمیرسم، زب در 100 شده برای ما یه دونه 3 یه دونه 62 از این رو 10 به توان 6 رو داریم. خب اینجا ظاهراً 5 تا 0 داریم که با این 6 تا 0 کلاً یه 10 میمونه. فکر کنم همین شد دیگه. الان 3 تا 62 تا برای ما میشه 186 تا. یه 0 هم که داریم. پس x برای ما 1860 خواهد شد و 1860 لیتر آب رو میتونیم با استفاده از این صافی دیگه بریم و تصفیهش کنیم. که اگر من برگردم به سمت خب مانیتور میبینم که اینجا گزینه یک گزینه درست برای من بود. بریم سراغ سوال بعد. 4 گرم محلول سدیم سولفات شامل 3000 مول یون سدیم است. بچه‌ها میگه 4 گرم محلول سدیم سولفات، یعنی اینکه حل شونده من سدیم سولفات، یادمون باشه. میگه 3000 مول یون سدیم هم داره، اینم حواسمون هست بهش. میگه درصد جرمی محلول کدام است. خب طبق معمول ما چی داریم اینجا؟ ما قضیتون نوع اول رو داریم، بنابراین باید جدول رو رسم کنیم. پس برای رسم جدول من این مورد رو خواهم داشت. فقط یادمون باشه که نوع بحث غلظت رو حتما باید خیلی خوب خیلی خوب تشخیص بتونیم بدیم. اینجا رو نگاه بکنید، ما یه دونه حل شونده داریم، یه دونه حلال داریم و یه دونه محلول. اینجا چه مفهومی داره به کار میره؟ درصد جرمی. پس میگیم چند گرم در 100 گرم داره حل میشه، درسته؟ خیلی خوب. و حالا اطلاعاتی که داده، من اینجا بنویسم که حل شونده من بچه ها Na2SO4، حواسمون باشه. خب اینجا به من گفته که 4 گرم محلول داریم، قبول دارم، ولی اینجا 3000 مول، ببینید 3000 مول گفته Na مثبت داریم، راجع به Na2SO4 چیزی نگفته. خب من باید بفهمم این موضوع رو که چه مقدار پس Na2SO4 داشتم که وقتی تفکیک شده 3000 مول یون سدیم داده. چطوری بفهمیم؟ خیلی ساده است. من معادل تفکیک رو می‌نویسم، Na2SO4 تبدیل میشه به دو تا Na مثبت و SO4 دو منفی، قبوله؟ خب اگر من یه مول Na2SO4 داشته باشم، دو مول به من Na مثبت میده. حالا که 3000 مول یون تولید شده، چقدر اینجا Na2SO4 داشتم؟ خب مسلما میشه برای ما 3000 دوم، درسته؟ پس اینجا من میتونم عدد 3000 دوم مول Na2SO4 رو داشته باشم. خب چرا 3000 دوم رو حساب نکردم؟ چون نیاز نیست، ما همیشه حساب می‌کنیم آخر سر. اینکه ما ریزیز مطلب به دست میاریم بخوایم حساب کتاب بکنیم، خب شاید خیلی کارمون رو طولانی میکنه و این اصلا به سود ما نیست. برای من به همین شکل 3000 دوم قرار دادم. فقط حواستون باشه این مول این چیه؟ گرمه. و طبق معمول بعد ما اینجا تبدیل بکنیم. چیکار خواهم کرد؟ ضرب در جرم مولی Na2SO4 بکنم. خب جرم مولی ببینیم حساب بکنیم. SO4 96 هست. Na 23 دو تاش میشه 46. خب این چقدر میشه؟ بذارید من یه 4 تا از این کم کنم بشه 42، 4 تا این اضافه کنم که بشه 100. پس میشه 142 برای ما. و دیگه فکر کنم همه چیز آماده است. ببینم دیگه تبدیل به گرم شد. بریم برای محاسبمون. خب ما چی داریم؟ x ضرب در 4 داریم. حاصل شده 3000 یک دومشون اینجا بنویسم و یه دونم چی داریم اینجا؟ 142. یه صدم اینور داریم، حواسمون باشه به این صده. خب دیگه فکر نمی کنم مشکل خاصی باشه. بسیار خب، دو تا صفر با دو تا صفر این ساده میشه. دو رو با 142 میتونم بزنم که بشه 71. خب الان 71 اینجا 3 اینجا 4. خب چیکار بکنیم؟ چیزی باشه ساده نمیشه.
چون فاصله گزینه خوبه، من این 72 که این مواجهه 72 در نظر بگیرم که بتونه الان با این 4 ساده بشه و 18 میشه، حاصل شده 3 ضرب در 18 میشه 54 تقسیم بر 10، پس x ما چیزی در حدود 5/14 باید باشه. خب 5/14 رو ببینید بچه‌ها ما تو کدوم گزینه داشتیم، تقریبا میشه همین گزینه 2 که اینجا داریم و میتونیم دیگه گزینه 2 رو اینجا به راحتی علامت بزنیم و خیلی راحت باشه بابتش. خب بریم سراغ سوال بعد. میگه در 2 لیتر از یک نمونه آب دریاچه 126 میلی گرم سدیم فلورید و 142 میلی گرم سدیم سولفات حل شده است، غلظت ایون سدیم، غلظت ایون سدیم در این نمونه آب چند پی پی ام؟ چه نتیجه ای من میگیرم؟ معنی این حرف اینه که من با استفاده از این موادی که دارم باید ایون سدیم رو به دست بیارم. چه شکلی؟ همین الان دیدیم میتونیم به راحتی تفکیک رو انجام بدیم. اول برم جدول رو به دست بیارم ببینم که کدومی که از این موارد رو باید داشته باشم. بیاید پای تخته اینجا نگاه کنید. پس ما یک حل شونده داریم، یه دونه بازم حلال و محلول. حل شونده من Ni مثبته چون پی پی ام رو راجعه میخواسته. وقتی گفته چند پی پی ام یعنی چند گرم در 10 به توان 6 گرم محلول، با توجه که اینجا چقدره 2 لیتر ما آب داریم. خب ما باید اناسات به دست بیاریم از دو تا ماده، یکی NAF که میشه Ni مثبت و F منفی، دیگه چی داریم؟ سدیم سولفات هم هست، Na2SO4 داریم که تبدیل میشه دو تا Ni مثبت به اضافه SO4 دو منفی. خب برای که از اینا بتونیم به دست بیاریم، خب ببینید NAF جرمولیش چقدر حساب بکنیم، یه 23 با یه 19 اگر جمع بکنیم، ببینید یه 23 تا Na داریم، یه 19 تا اینجا. خب طبعا معمول من یه دونه از این کم کنم که بشه 2، یه دونه از این میشه 20، حاصل میشه 42. اگر 42 گرم NAF تجزیه بشه 23 گرم به ما Na مثبت خواهد داد. حالا که الان مسئله چقدر گفته بود 126 میلی گرم، خب این ضرب 3 شده دیگه، پس اینم الان برای ما میشه 69 میلی گرم، این اسمش رو میذاریم x1. پس الان NAF انگار 69 میلی گرم به ما چی داده؟ Na مثبت داده. بریم سراغ این یکی Na2SO4 که این 96 ما الان فکر کنم حساب کردیم شده 142 اگه خاطرتون باشه. Na2SO 142 گرم باشه 2 تا 23 تا یعنی 46 گرم به ما Na مثبت میده. الان 142 میلی گرم Na2SO شدنی، پس میشه 46 بازم میلی گرم، این هستش رو میذارم x2. خب الان اینجایی که Na مثبت داریم جمع این دوتا سیگه 69 با 46، خب یه دونه بازم از میشه 70 با 45 میشه 115. پس اینجا بنویسم که 115 میلی گرم Na مثبت دارم. پس میبینید ما از هر کدوم تونستیم مقدار Na مثبت رو بکشیم بیرون بچه‌ها. فقط بعد بیایم سراغ این مطلب که دیگه محاسبه انجام بدیم و شرطش هم این است که ستون‌ها باید واحدشون یکی باشه. خب میشه سری واحدش یکی میشه با بالاییش که گرم هست. اما اینجا حجم داریم به گرم میخواد تبدیل بشه، با چگالی بعد این اتفاق بوده بچه ها، هیچ حرفی مسئله چگالی به ما نزده بوده ایتون باشه، بنابراین اگر هیچ حرفی نزده بود ما همون چگالی آب رو مجاز هستیم در نظر بگیریم، یعنی یک گرم بر چی؟ بر میلی لیتر. اینجا میتونیم حجم محلول رو به راحتی به گرم تبدیل کنیم با استفاده از این چگالی. متأ گرم بر میلی لیتر، پس ضرب در 1000 میکنم، قبلا نمونهشو با هم حل کردیم، ضرب در 1000 میکنم که کلا این بشه میلی لیتر و ضرب در 1 میکنم که کلا این بشه چی؟ گرم برای ما. و دیگه فکر میکنم محاسبات برای ما قابل انجام. یه ایکس دارم، ضرب در 2 ضرب در 1000، یک و دیگه نمینویسم، برابر شده 115 اینجا 1000 ضرب در 10 به توان 6. خب اینجا این 1000 و 10 به توان 6 مسلمه میتونم هم ساده بشن و x برای ما میشه 115 دوم، 115 دوم 100 تا که میشه 50 تا،
15 تا میشه 7.5، پس میشه 57.5. که این 57.5 که غلظت پی پی ام بود، نگاه بکنید تو گزینه 1 کاملا خودش داره نشون میده و ما میتونیم گزینه رو به درستی دیگه انتخابش بکنیم. میخوایم بریم سراغ سوال بعد. خب میخوایم سراغ مسئله بعد بریم که مشابه این دو تا مسئله که آخر سر حل کردیم. میگه به تقریب چند گرم کلسیم کلرید باید در 100 گرم آب خالص حل شود؟ حلال رو داره، میگه حواسمون باید جمع باشه تا غلظت ایون کلسیم محلول به 400 پی پی ام برسد. و اینجا 100 گرم آب خالصی گفته، احتمالاً باید یه اتفاقی این وسط ما براش در نظر بگیریم. خب کلسیم کلرید هست. ببینید ما مجدداً با غلظت نوع اول سر و کار داریم. اینجا حل شونده داریم، حلال و طبق معمول محلول. و غلظت ایون کلسیوم میگه چقدره، یعنی حل شونده من کلسیومه، حواسمون باشه. و میگه چند پی پی ام، پس بنابراین چند گرم در 10 به توان 6 گرم خواهد بود با توجه به این که اینجا البته چند گرم بچه داده، اینجا 400 گرم، اینجا 400 پی پی ام داده دیگه، یعنی 400 گرم، پس توی 10 به توان 6 میگه چند گرم کلسیم کلرید میخوام که تو 100 گرم آب خالص اینجا حل بشه. خب اینجا رو نگاه بکنیم بچه ها، چند تا نکته وجود داره. اول اینکه مقدار حلال داده شده، اینجا طراح محترم کنکور اصلا نظر نداره که شما 1,000,000 منه 400 بکنید و عددش اینجا قرار بدید. گفتم من فهم کنم جلسه قبل راجع به صحبت کردم، وقتی تو پی پی ام هستیم و به این شکل عمل میکنیم، منظور از حلال تا حدودی همون محلوله. با یه تقریب خیلی خوبی ما میتونیم چیکار بکنیم، میتونیم همون محلول در نظر بگیریم. پس اجازه بدید که من خودم اون محلول رو 100 گرم در نظر بگیرم و اینجا این کارو میتونیم انجام بدیم. ببینید چون اینجا 10 به توان 6 و 400، 400 در مقابل 10 به توان 6 من صرف نظر کردم، به خاطر همین ما میتونیم این گرمی رو داشته باشیم، همه جا اینطور نیستا. خب و اینجا گفته به ما چند گرم کلسیم کلرید میخوایم. اینجا من میتونم مقدار کلسیم رو به دست بیارم، پس به دست بیاریم. اینجا من اگر x داشته باشم، پس یادمون باشه که مقدار کلسیم هست، بیاید به دست بیاریم. x ضرب در 10 به توان 6 شده 400 ضرب در 100، 1, 2, 3, 4 تا با این بره میشه 2 تا. x برای ما شده 0.04 گرم، منتها چیه این Ca2 مثبته. من باید ببینم چند گرم حالا کلسیم کلرید باید حل بکنم که وقتی این تفکیک بشه به من چی بده؟ 0.04 گرم کلسیم 2 مثبت بده. پس این دوتا انگار درگیر تو مسئله هستن. خب جرم مولی Ca2 چقدره؟ 2 تا 35 71 با 40 میشه 111. اینجا هم که Ca چقدره؟ 40 برای ما خواهد بود. اینجا وقتی 0.04 گرمه میخوانیم چقدر پس Ca2 نیاز داریم؟ خب این تقسیم بر 1000 شده، میبینیم؟ پس این هم تقسیم بر 1000 کنیم میشه 111 هزارم گرم. و 111 هزارم گرم مقدار کلسیم کلرید که نیاز داریم که حالا کلسیمش بشه چقدر؟ اینجا برای ما 400 پی پی ام. و 111 هزارم بیاید ببینیم کجا میتونیم داشته باشیم. 111 هزارم در گزینه 4 خودنمایی داره میکنه و ما میتونیم دیگه گزینه 4 رو اینجا علامت بزنیم و پیش بریم. بریم سراغ سوال بعد. میگه 18 گرم از نمک ایکس را در مقداری آب حل کرده و 30 میلی‌لیتر محلول تهیه کرده که درصد جرمیان 75% میباشد، چگاری محلول چند گرم بر میلی‌لیتر؟ غلظت نوع چندم رو داریم، چگاری دارم میبینم. آیا اینجا ما حرفی از غلظت مولار شده؟ خیر. پس هنوز ما میبینیم که مواجهیم با غلظت نوع اول، پس بریم حلش بکنیم. چون غلظت نوع اول اصلا نگاه نمی کنم، بیام فکر کنم که از میلی‌لیتر شروع کنم، از درصد جرمی شروع کنم، میدونم بعد جدول رسم کنم و تمومه و میتونیم دیگه مسئله رو حل بکنیم. بریم برای جدول. خب جدول چه خواهد گفت به من؟ یه دونه حل شونده طبق معمول، یه دونه حلال و یه دونه محلول داریم. کدوم اینجا مفهوم داره به کار میره؟ درصد جرمی 75 توی 100 تاست، خودش گفته. همینجا حلال رو بذارید 25 گرم، حالا اگر لازم شد از این 25 گرم بعدن استفاده میکنه.
و اینجا گفته 18 گرم نمک داریم. درست شد؟ 18 گرم نمک داریم توی 30 میلی لیتر آب. نه 30 میلی لیتر محلول. پس همینجا باید بذاریم. این 30 میلی لیتر محلوله. و میگه حالا چگاری چقدره؟ بچه‌ها اینجا یکسان سازی باید بخوام انجام بدیم که یکیه گرم میلی لیتره. و چون گفته چگاری چند گرم بر میلی لیتره، همینجا پس میتونم ایکس ما قرار رو بدم و ببینم چگاری چقدر بوده که توی این حجم محلول ضرب شده به گرم تبدیل شده. و دیگه فکر کنم خیلی راحت این مسئله رو تونستیم حلش بکنیم. بنابراین میشه 75 ضرب در 30 ضرب در ایکس شده اینجا 18 ضرب در 100. خب چی رو با چی ساده کنیم؟ ببین همه اول چیزی که به ذهنمون میرسه دیگه، یه صفر با این صفر ساده بشه، 3 و 18 هم ساده میشه، میشه 6 تا. میتونیم به 3 ساده کنیم که بشه 2، به 3 ساده کنیم میشه 25. دوباره مثلا این 10 رو میتونیم به 5 ساده کنیم که بشه 5، به 5 ساده کنیم که به 5 ساده کنیم میشه 2، عذر میخوام، و به 5 که میشه 5. x برای ما چی شده؟ این بر که 2 تا 4 تا موند، این برم که 5 میاد این زیر، زد در 2 دوم بکنم 8 دهم رو به من خواهد. پس چگاری برای ما 8 دهمه و آره اینجا گزینه 2 8 دهم رو کامل داره به من نشون میده و میتونیم پیش بریم. میبینید بچه ها که ما آنچنان پس وقت تلف نمی کنیم برای اینکه فکر کنیم از کجا شروع بکنیم. همه حالا موارد برای ما کاملا مشخصه و یا باید جدول کنیم یا قضیت نوع دوم که الان شده جلسه بعد راجع به قضیت نوع دوم بعد براتون حرف بزنم. به بحث اینکه ما جدول رو رسم کنیم، میدونیم خود جدول میگه بعد چی کار بکنیم و اصلا نیاز به فکر کردن آنچنان اصلا نخواهیم داشت. بریم سراغ سوال بعد. میگه مقدار 0.2 مول از ترکیبی رو در آب حل کرده و محلول با غلظت 404 پی پی ام از آن تهیه میکنه. بسیار خوب. حجم محلول چند متر مکعب است؟ جمهوری ترکیب 101 اینجا در نظر گرفته شده. خب فکر میکنم که این رو هم بعد بریم سراغ این که جدولش رو رسم بکنیم. جدول طبق معمول حل شونده حلال محلول داره، مفهوم الان 404 پی پی ام هست، پس بنابراین اینجا 404 گرم در 10 به توان 6 گرم رو خواهیم داشت و 0.2 مول از این ترکیبه و میگه چند متر مکعب. ایکس بر حسب متر مکعب اینجا وجود داره و خب اینجا همینجا به نظر میشه که ما باید حجم رو به گرم تبدیل کنیم، ولی هیچ ترتیبی ما برای اینکه بتونیم و هیچ چگالی نداریم برای اینکه این اتفاق بیفته. پس برای خودمون از چی استفاده میکنیم؟ از این که چگالی ها 1 گرم بر میلی لیتر خواهد بود. خب بریم برای محاسبه. طبق معمول این که مشخصه چیکار باید بکنیم. متر مکعب قراره که به چی تبدیل بشه؟ به میلی لیتر، که بعد بتونیم به گرم تبدیل کنیم. هر یک متر مکعب چند میلی لیتره بچه؟ خب من میدونم هر یک متر مکعب 1000 لیتره، هر لیتر هم که میشه 1000 میلی لیتر. پس من توی 10 به توان 6 ضرب بکنم، این کلا میشه برای ما میلی لیتر. و حالا ضرب در چگالی باید بکنم؟ ضرب در 1، که اینجا کلا بازم برای ما چی بشه؟ گرم بشه و دیگه محاسبات رو انجام بدم. خب بریم برای محاسبمون. اینجا چی داریم؟ یه ایکس داریم، ضرب در 10 به توان 6 ضرب در 1 و اینجا هم که 404 برابر شده با یه 0.2 مول داشتیم، یه 101 داریم، یه 10 به توان 6. خب فکر میکنم که خیلی سریع باید قبل از هر کاری در توان 6 رو ساده کنیم که خیالم راحت باشه. یه 101 داریم با 404 که میشه 4 تا، یه 2 داریم با 4 که میشه 2. چیا مونده الان؟ یه x ضرب در 2 تقسیم بر 10، پس میشه x 1/20 که اگه ضرب در 5 پنجم بکنم حاصل 0.05 خواهد بود. پس 0.05 متر مکعب ما از این محلول رو انگار لازم داشتیم. پس بنابراین 0.05 رو میبینید که تو گزینه 3 دارمش و هم میتونم علامتش بزنم. پس میبینید که مسائل محلول دیگه واسه ما دارن راحت میشن و دیگه اون زمان بری رو برای ما نخواهند داشت. فقط باید تمرین کنیم بچه ها، تمرین کنیم و بتونیم
انشالله هم تو آزمون‌های آزمایشیمون هم تو آزمون به خصوص کنکور که استاندارد تره انشالله این مسئله خوب بزنیم. میریم سراغ مسئله بعد که دیگه به اتمام برسونیم جلسه رو. خب بریم سراغ سوال بعد. اگر برای تهیه 5 لیتر محلول اتانول در آب با چگالی 92 گرم بر میلی‌لیتر مقدار 10 مول اتانول لازم باشد، دسته جرمی اتانول در محلول به دست آمده کدام است؟ فکر اصلا لازم نداره، چون ما با غلظتمون اول مواجهیم و بعد جدول رسم بکنیم و این کار رو میریم انجام بدیم. خب بریم سراغ اینجا حل شونده، یه دونه حلال داریم و بعد محلول رو اینجا خواهیم داشت. خب برای حل شوندمون ما چی باید بنویسیم؟ اینجا چه مفهومی رو داریم؟ درصد جرمی. پس اولا اتانول دیگه، اتانول 3.2H5OH میگه چند گرم در 100 گرم محلول، با توجه به اینکه 5 لیتر محلول داریم، چگالیش هم 92 صدومه و 10 مول هم که اینجا خواهیم داشت. خب بلا فاصله من باید چیکار بکنم؟ این که ضرب در جرم مولی میشه، ضرب در جرم مولی بشه بچه‌ها 2 تا 12 تا میشه 24، با 6 میشه 30 و اینجا میشه که 46 رو داریم. 5 لیتر اینجا چیکار باید بکنیم؟ زده چگالی باید بکنیم. چگالی 92 صدم گرم بر میلی لیتر داده بود. من بنویسم اینجا 92 گرم بر میلی لیتر، پس اول باید به میلی لیتر تبدیل شه و بعد اینجا 92 صدم رو ضرب کنیم که کلا به گرم تبدیل شه. بریم برای محاسبه که ببینیم چه اتفاقی میفته. x ضرب در 5 ضرب در 1000 ضرب در 92 صدم شده اینجا 10 ضرب در 46 ضرب در 100. خب اینجا یه 10 یه 100 با یه دونه 1000 میره، 46 با 90 ساده میشه، میشه 2 تا 2 5 تا بچه چقدر میشه؟ میشه 10 تا با یه 0 میره. چی موند؟ یه دونه x موند با یه دونه 10 هم، پس x برابر با 10 خواهد شد و 10 گرم تو 100 گرمه، پس 10% میشه درصد جرمی و اینجا مسلما دیگه گزینه 1 رو میتونیم به عنوان گزینه درست انتخاب بکنیم. اما سوال بعد روی فرصت بعد بدید که براتون بیارمش. بریم سراغ آخرین سوال این بخش. اگر 400 میلی گرم یود در 31 میلی لیتر کربن تتراکلورید حل شود، بنابراین داره اینجا حل شونده و حلال رو به ما میگه، درصد جرمی یود در محلول حاصل کدام است؟ چگالی کربن تتراکلورید برابر 1.6 گرم بر میلی لیتر. بریم جدول رو رسم کنیم. از کجا فهمیدم جدول رسم شه؟ چون غلظت نوع اول. از کجا فهمیدم؟ چون چگالی و غلظت مولار تو یک مسئله با هم نیومده. پس جدول بریم رسم کنیم. برای جدول یه دونه حل شونده طبق معمول داریم، یه دونه حلال و محلول. برای آخرین بار تکرار بکنم بچه ها، ما تو کنکور این که بخوایم این ستا کلمه رو بسیم خیلی وقت گیره و این وقت رو نباید ما از دست بدیم. به خاطر همین گفتم با تمرین بعد واسه خودتون علامت هایی رو بذارید که مشکل بر نخورید. اینجا درصد جرمی خواسته، بنابراین بعد بگیم چند گرم در 100 گرم محلول. حالا اطلاعاتی که مسئله داده چیه؟ 400 میلی گرم ما یود داریم، همجا به 1000 تقسیم که به گرم تبدیل بشه، در 31 میلی لیتر حلال ما که کربن تتراکلوریده. خب من یه x رو میخوام، پس برای یا این برابر داشته باشم یا اینجا. اینجا رو اگه بخوایم ما داشته باشیم، این گرمه دیگه، اینجا میشه 100 منهای x. گفتم ما هیچ وقت نمیم کاری بکنیم که توی دو تا ستون مختلف x هر دوش باشه، یه بوده ممکنه اذیت شیم در محاسبه. بهتره که اینجا به گرم تبدیل شه، جمع شه، بیاد اینجا نوشته بشه. خب برای اینکه این کار رو بتونیم بکنیم، میلی لیتر به گرم چی رو تبدیل میشه؟ مسلما باید ضرب در چی بکنیم؟ ضرب در چگالیش باید بکنیم. چگالی 1.6 گرم بر میلی لیتر، چون میلی لیتر دیگه من اینجا فقط توی چگالی ضرب کردم 1.6 که کلا به گرم تبدیل بشه. حالا این دو تا گرم باید با هم جمع شن، اینجا نوشته بشن. خب این برکش رو چقدر؟ دو تا صفر همینجا من ساده کنم میشه 0.4. پس اینجا که 0.4 داریم،
اینجا باید به اضافه 31 ضرب در 16 دهم بشه. خب ظاهرا ما باید یک دو رقمی در دو رقمی ضرب کنیم که بارها من گفتم که ما اصلا همچین چیزی نداریم توی کنکور. چیکار کنیم برای که بتونیم حل بکنیم؟ یه 14 بیاد اینجا فاکتور رو بگیریم ببینیم چی میشه. یه 14 اگه من فاکتور بگیرم اینجا 1 میمونه، اینجا چی؟ 14ش رفته میشه 4 ضرب در 100 ضرب در 31 که میشه ظاهرا 124 که اینجا 125 رو ما خواهیم داشت. خب 4 ضرب در 125 فکر کنم اصلا قابل ساده سازیه. اینجا یه زوج پنج اگر بخوایم بریم، بذار با یه رنگ دیگه که قاطی نشه با این سبز، نصف کنم دو برابر میشه 250 صفر با صفر. دو تا 25 تا میشه 50 تا، پس جمع اینو شد چقدر؟ 50 گرم و یک عدد خیلی خوب به دست اومد. خب نکنید اینجا قراره که x رو به دست بیارم، 50 دو برابرش میشه 100، اینجا 4 دهم دو برابر بشه x برای ما 8 دهم رو خواهد داد. پس میبینید محاسبات که ما در کنکور داریم کار محاسبات استاندارده و این سوال کنکور بوده و خیلی فکر میکنن که خیلی سخت بود و نمیشده حل بکنیم. نه اصلا اینطور نیست. اونا کسانی هستن که همه مسائل رو با هم نمیبینن و به خاطر این تک تک اینا رو مورد محاسبه قرار دادن و خیلی سخت براشون شده، ولی همه رو با هم ببینیم جدول داره به ما میگه که چیکار بکنیم. خب امیدوارم که از بحث این جلسه لذت کافی رو برده باشیم. خواهش میکنم که فکر نکنیم که به انتهای کار رسیم، تازه اول کار هست و حالا باید شما زحمت بکشید انقدر سوال حل کنید، دقیقا نمونه سوال حل کنید تا کاملا مسلط به مطلب غلظت اون هم از نوع اول فعلا شده باشید. پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.